خب دیگه داریم به انتهای مرور مایند مپ دوره اسلاید های ماندگار میرسیم. ما قسمت های زیادی از این مایند مپ رو مرور کردیم و در حال حاضر رسیدیم به بخش هشتم از مایند مپ دوره اسلاید های ماندگار به اسم مدیریت زمان تو سخنرانی با اسلاید. اینکه سخنران بتونه در طول سخنرانیش زمان رو به درستی مدیریت بکنه یکی از مشخصه های مهم یک سخنران مجربه. تا حالا چند بار شده به یه جایی دعوت شده باشید و قرار باشه که سخنران فقط برای 10 دقیقه صحبت بکنه، ولی بعد میبینید که نیم ساعت، یه ساعت مدام سخنران داره صحبت میکنه. شما به عنوان مخاطبش چه حسی دارید؟ یا اینکه یه سخنران دیگه که قراره 1 ساعت صحبت بکنه ولی نیم ساعت صحبتهای خودش رو جمع میکنه و میگه دیگه من ارزی ندارم، ولی به اون سخنران میگن که نه، ما طوری برنامه چیدیم که شما باید نیم ساعت دیگه هم صحبت بکنید. تو این حالت مخاطب این سخنران چه حسی داره؟ مخاطب پیش خودش میگه که دیگه خب این سخنران صحبتاش تموم شده دیگه، از این به بعد دیگه داره هرچی به ذهنش میرسه رو میگه. پس یه سخنران باید بتونه همه چیز رو با اقتدار تحت کنترل خودش داشته باشه و یکی از موارد مهم مدیریت درست زمانه. به خاطر چی اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه ما قراره برای یه جمعی صحبت بکنیم که از کار و برنامه و زمان و هزینه هاشون زدن، اومدن روبروی ما نشستن تا ما بهشون محتوا و ارزش و اطلاعات بدیم. اگه من زمانو به درستی مدیریت نکنم، ممکنه که حرفم نصفه بمونه و اون تاثیرگذاری که میخوام داشته باشم رو نتونم ایجاد بکنم. چون معمولا یه ساختار استاندارد برای سخنرانی اینه که ما یه شروع جذاب داشته باشیم، بعد ساختار به سخنرانی بودیم، یه متن و بدنه رو بهش اضافه کنیم، بعد در انتها هم جمع‌بندی کنیم صحبت‌های خودمون رو و بعد مخاطب رو دعوت به یک اقدام بکنیم، از مخاطب بخوایم که یه کاری مرتبط با موضوعی که صحبت کردیم رو انجام بده. خب پس اگر نتونیم زمانو به درستی مدیریت کنیم، ممکنه که به انتهای سخنرانیمون نرسیم و جمع‌بندی یا دعوت به اقدام رو دیگه نداشته باشیم. یا حالت بدترش اینه که وقت زیاد میاد. حالا میخوایم اون نیم ساعتی که مثلا باقی مونده و ما دیگه صحبتی نداریم رو چیکار کنیم؟ میخواستم تو این شرایط قرارتون بدم تا متوجه بشین که چقدر مدیریت زمان اهمیت داره. حالا که متوجه شدیم که موضوع مدیریت زمان تو سخنرانی چقدر اهمیت داره، حالا باید چی کار کنیم؟ راه حل چیه و چطور میتونیم زمانمون رو به خوبی مدیریت بکنیم؟ نکته اول که میتونه خیلی به شما کمک بکنه این هستش که سخنرانی خودتون رو بیاین به قسمت‌های مختلف بشکنید. مثلا قسمت شروع سخنرانی، شروع جذاب، بعد پیکر اصلی صحبت من، بعد جمع‌بندی و بعد هم مثلا دعوت به اقدام. بعد مشخص بکنید که هر کدوم از این بخش‌ها حدوداً چقدر زمان میخواد. و فایده این کار این هستش که شما وقتی که هر بخش رو تموم بکنید خیلی راحت میتونید مدیریت کنید. اگر مثلا بخش شروع و قسمت اصلی صحبتتون رو تموم کردید، مثلا الان تو این مثالی که من اینجا آوردم، دیدید که به جای اینکه 45 دقیقه طول بکشه مثلا 1 ساعت و ربع، 1 ساعت و نیم طول کشیده، خب دیگه متوجه میشین که برای دو بخش بعدی خیلی وقت کم دارین. پس مثلا در قسمت جمع‌بندی یا دعوت به اقدام رو خیلی سریع‌تر میتونید انجام بدید. پس این هم میتونه خیلی به شما تو مدیریت زمان کمک بکنه. و همونطور که تو قسمت‌های قبلی هم در مورد ریهرس تایمینگ صحبت کردم، این امکان تو تب اسلاید شو پاورپوینت وجود داشت که خیلی میتونه تو بحث مدیریت زمان تو سخنرانی با اسلاید بهتون کمک بکنه. من در مورد این گزینه تو قسمت‌های قبل به صورت مفصل توضیح دادم، الان فقط خیلی سریع میخوام این رو مرور بکنم که گزینه یه ریهرس تایمینگ تو تب اسلاید شو برای وقتی هستش که شما میخواهید که سخنرانی خودتون رو با اسلاید ها تمرین بکنید و لازم نیستش که این تایمر رو موقع اجرای اصلی خودتون فعال بکنید، چون همین که خب برای خودتون ممکنه که استرس‌زا باشه، همین که وقتی مخاطب شما اون تایمر رو ببینه هی مدام چک میکنه ببینید که الان مثلا شما چقدر دارین صحبت میکنید، چقدر تا الان پیش اومدین، چقدر باقی مونده و باعث میشه که حواس مخاطب پرت بشه. استفاده از گزینه ریهرس تایمینگ تو زمانی که میخواین سخنرانیتون رو با اسلاید ها تمرین بکنین خیلی میتونه
میتونه بهتون کمک بکنه که در انتها هم که این تایمر ریهرس تایمینگ رو غیر فعالش بکنید تو تب ویو و اسلاید سورتر که برید متوجه میشین که رو هر اسلاید هم چقدر زمان گذاشتید، که اگه رو هر اسلایدی بیش از اندازه زمان بگذارین خب باعث میشه که مخاطب خسته بشه، چون جلوه بصری که حالا اون سخنرانی شما به کمک اسلایدها داره براش یک نواخت میشه، و اگر هم اسلایدها رو سریع بگذرونید که خب باعث کنجکاوی مخاطب میشه و فکر میکنید که خب اون نکته رو تو اون اسلاید متوجه نشد و شما هم که خب سریع رد کردید. پس میتونید یه زمان مناسبی رو برای هر اسلاید با استفاده از گزینه ریهرس تایمینگ در بیارید. پس تا جایی که میتونید از ابزار پاورپوینت استفاده کنید. پاورپوینت مهمترین رسالتش این هستش که برای شما یه دستیار خیلی خوب تو سخنرانی باشه. پس از این دستیار به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. و اگر طرز استفاده ازش رو ندونید، به جای اینکه دستیار خوبی برای سخنرانیتون باشه، یه دفعه میبینید که قاتل سخنرانیتون شد. پس یاد بگیریم که طرز کار با ابزارهامون رو یاد بگیریم و خیلی خوب ازشون استفاده کنیم. اما یک کار دیگه ای هم که میتونیم انجام بدیم که میتونه تو مدیریت زمان به ما کمک بکنه این هستش که خب ما میایم اسلاید های خودمون رو میچینیم. ما خب مثلا من اسلاید ما یه اسلاید پایانی داره که این اسلاید پایانی که مثلا اینجا با رنگ قرمز مشخص کردم اسلاید پایانی اصلی ما هستش، اما ممکنه که ما موقع صحبت کردنمون وقت اضافه بیاریم و هنوز فرصت داشته باشیم که بخوایم یه چند تا اسلاید دیگه صحبت بکنیم. به خاطر همین میایم و یه اسلاید پایانی دیگه در نظر میگیریم. این اسلایدی که مثلا اینجا گذاشتم برای وقتیه که من وقت اضافه میارم. یه چند تا اسلاید دیگه من طراحی میکنم، آماده میذارم که اگر یک وقت مدیریت زمان دستم خارج شد، وقت اضافه اومد، باز محتوا داشته باشم. اینطور نباشه که دیگه کاری از من ساخته نباشه. یا اینکه میتونم یک اسلاید پایانی هم این اسلایدهای ابتداییم قرار بدم قبل اینکه بخوام به اسلاید پایانی اصلی برسم. این برای وقتی هستش که من وقت کم میارم. اینطوری دیگه مخاطب متوجه نمیشه که من وقت کم آوردم و حالا یه سری از محتواها از دست رفته. اینطوری باز میتونیم بحث مدیریت زمان رو بهتر داشته باشیم و استرس نگیریم اگر وقت کم بیاریم یا وقت اضافه بیاریم. این تفندی هستش که میتونه بهتون کمک بکنه. ولی هرچند بهتون توصیه میکنم که خیلی خوب سخنرانیتون رو چند روز قبل تمرین بکنید که این مشکل وقت اضافه آوردن یا وقت کم آوردن براتون پیش نیاد. و نکته که بعدی که تو مدیریت زمان باید در نظر بگیرید اینه که زمانهای گیو اند تیک رو که شما ممکنه با مخاطبتون داشته باشید رو هم در نظر بگیرید تو سخنرانیتون، چون یکی از کارهایی که خیلی میتونه به سخنرانی شما خوب کمک بکنه ارتباط با مخاطبتونه. این که ممکنه که شما حین سخنرانی بخواید از مخاطبتون یه سوالی بپرسین و خب حالا باید زمان بدیم مخاطبتون که به سوالی که شما ازشون پرسیدین جواب بدن، یا شما ممکنه که بخواید که مخاطب یه کاری رو انجام بده پس باز هم باید به مخاطب زمان بدین که اون کاری که بهش گفتین رو انجام بده، یا اصلا ممکن هستش که مخاطب از شما یه سوالی داشته باشه و اینا همه ممکنه که زمان شما رو بگیره. پس اینطور نمیشه که مثلا ما یه زمانی رو تو قسمت‌های مختلف در نظر بگیم که کیپ کیپ باشه و دیگه اصلا هیچ جایی برای زمان‌های گیو اند تیک یا مثلا اتفاقاتی که ممکنه حالا بیفته و قابل پیش‌بینی نباشه ما در نظر نگیریم. همه اینها ممکنه پیش بیاد و ما باید یک زمانی رو هم برای اینجور مسائل در نظر داشته باشیم. و اما نکته که بعدی که خیلی میتونه هم تو بحث مدیریت زمان و هم توی ارائه و سخنرانی خیلی بهتر به ما کمک کنه گرفتن وایس هستش. شما وقتی که از خودتون وایس بگیرین، یعنی همزمان که دارین تمرین میکنین سخنرانیتون رو وایس هم بگیرین، علاوه بر این که خب میتونید ایرادات صدا و سخنرانی خودتون رو متوجه بشین و اونها رو برطرف بکنید، میتونید سرعت صحبت کردن خودتون رو هم متوجه بشین و بدونین که مثلا توی یک دقیقه شما چقدر صحبت میکنید و این میتونه توی مدیریت زمان بهتون کمک کنه. وقتی که مدام وایس بگیرین یا مثلا ویدیو بگیرین، خب اینها همه بهتون کمک میکنه که خودتون رو بهتر بشناسین که سرعت صحبت کردنتون به چه صورت هست، که اگر یک جا رفتین مثلا به شما گفتن که بیایید و فقط 3 دقیقه صحبت بکنید، بدونید متوجه بشید که با سرعت کلامی که شما دارین تو 3 دقیقه چقدر میتونید صحبت بکنید.